اتحادیه اروپا و آمریکا میگن خب یک حکومتی وجود داره واقعیه و ما باید بریم باهاش ارتباط داشته باشیم. این تبدیل میشه در نهایت به یه نوع گفتمان التماسی در مقابل جمهوری اسلامی. یعنی از جمهوری اسلامی خواهش میکنن که این دیپلمات ما رو گروگان گرفتی آزاد کن، این دو تابعیتی رو که گرفتی آزاد کن، خواهش میکنیم در منطقه به نیروهای ما حمله نکن. این گفتمان التماسی نه تنها جواب نمیده، تجربه هم نشون داده جواب نمیده، باعث میشه که رفتار جمهوری اسلامی در مقابل اونا تهاجمی تر هم بشه. چون درست ما وقتی داریم صحبت میکنیم که 6 بیلیون دلار 6 میلیارد دلار پولهای جمهوری اسلامی آزاد شده، در عمل ما به ازای هر گروگان حدود 1 میلیارد و 200 میلیون آزاد کردن. این اتفاق به نظر میرسه که درهایی هستش که باز کرده بایدن برای جمهوری اسلامی و برای بعضی از کارهایی که داره میکنه. معتقد بودن نباید شورای روابط خارجی اصلا دعوت میکرد از ابراهیم رئیسی. حالا دعوتش به کنار، همیشه به طور سنتی تو ساختمان خودشون برگزار میکنن. به نظر من اون تیکه‌ای که تن دادن به اینکه این جلسه دیگه اونجا برگزار نشود و به جاش به طور مخفی، ابتدا که اصلا حاضر نشدن به مطبوعات بگن کجا است، گفتن به درخواست تیم رئیسی است و مقاماتی که بعضیشون تحریم شدن اجازه دادن اومدن اینجا و خیلی از اینا اجازه میدن الان تو نیویورک بچرخن. مدیر کل اتحاد علیه ایران هستی هم اتفاقا به من پیشتر همین رو میگفت که موقعی که دولت قبلی سر کار بود به هر حال طبق تعهدات بین المللیش آمریکا باید اجازه بده به هیئت ایرانی، ولی تعداد روادیدهایی که میدادن محدود بود به دیپلمات‌های ارشد و خود رئیس دولت و همینطور محدوده ای هم که میتونستن سفر بکنن بسیار کوچکتر بود. خب محدوده حالا برداشته شده است، اجازه میدن مقامات جمهوری اسلامی هر جا برن با هر کسی بخوان دیدار داشته باشن. میبینیم با کانسل اف فارین ریلیشن رو وادار میکنن که سنتشون رو تغییر بدن. این داستان جمهوری اسلامی.